با این پرسش شروع کنیم که شما این جنبش رو انقلاب خوندید. چرا به نظرتون انقلابه؟ ببینید، حتی در 6-7 ماه گذشته اعتراضات زیادی در ایران رخ داده. کشاورزا، کارگرا، بازنشسته ها به خیابون اومدن و به خاطر یارانه ها و مسائل اقتصادی تظاهرات کردن. ما شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمی زیادی بودیم، اما فکر میکنم اون چه برای ارتقای یک خیزش به سطح یک انقلاب لازمه ائتلاف ملیه. به عنوان مثال اعتراضات سال 2009 رو در نظر بگیرید که هرگز فرصت پیدا نکرد از حوزه جوانای شهری طبقه متوسط فراتر بره و به همین خاطر واقعا به جایی نرسید و فقط به نوعی یک تظاهرات باقی موند. در نهایت هم در نتیجه واکنش خشونت‌آمیز رژیم از بین رفت. اما این بار چیزی که می‌بینیم فقط جوانا نیستن، بلکه افراد مسن‌تر هم هستن. فقط زنا نیستن، فقط مردا نیستن، فقط مترقی‌ها و لیبرال‌ها نیستن، بلکه حتی حامیان محافظه‌کار رژیم رو هم در بین مردم می‌شدید. ما در کوچه و خیابون مردمانی مذهبی رو می‌بینیم که اعتراض دارن. همین چند روز پیش شاهد خیزش گسترده در شهر قم بودیم. ما زنان چادری رو می‌بینیم که سر تا پا پوشیدن و در خیابون در کنار زنانی که شلوار جین و تیشرت پوشیدن ایستادن و اعتراض می‌کنن. هر دوی اینها خواهان سقوط رژیم هستند. ما حالا شاهد مشارکت بازاریان هستیم. می‌بینیم هر روز فراخوان اعتصاب داده میشه. و مهمتر از همه، این فقط خیزشی نیست که در مراکز پرجمعیت شهری اتفاق می‌افته. ما دیدیم که در اکثر استان‌های ایران اعتراضات بزرگی برپا شده. به نظر من همه اینها در کنار هم نه با تعریف قیام و خیزش، بلکه با تعریف انقلاب مطابقت داره. مطمئنم که بعد از پخش مصاحبه کلی واکنش خواهیم داشت در مورد ارتباط شما با نایاک. هیچ پستی نیستش که در مورد نایاک پخش بشه و مردم در مورد نقشی که این سازمان بازی کرده و افرادی که باش در ارتباط بودن و به شکلی گفته میشه به رژیم مشروعیت دادن دست کم در یکی دو دهه گذشته مطرح نشه. موضع شما چیه؟ اولا من وابسته به نایاک نیستم. اسم شما در سایت به عنوان کارمند ثبته. بله، من با خوشحالی و افتخار به نایاک در مورد سیاستاشون مشاوره میدم، چون فکر میکنم هدف اصلیشون جلوگیری از جنگ در ایرانه، نه گفتن به جنگ در ایران. البته همه ایرانی ها در آمریکا یا جوامع دیگه از این هدف حمایت نمیکنن. من باهاش کاری ندارم. اما فقط ضد جنگ بودن نیست، مگه نه؟ اونها با خیلی از مقامات ایرانی بسیار راحت بودن، از جمله با جواد ظریف که راحت با تریتا پارسی صحبت میکرد و شما خودتون با خاتمی عکس گرفتید. به نظر میاد با اصلاح طلبها خیلی راحت بودید. البته که عکس گرفتم. در ترکیه با خاتمی آشنا شدم، دیدار داشتم، باهاش عکس گرفتم. چرا نباید عکس میگرفتم؟ یعنی با رئیسی هم عکس میگیرید؟ نه، رئیسی جنایتکار جنگیه. اما چیزی که میخوام بگم اینه که من اینجا نیستم که از نایاک دفاع یا حمایت کنم، چون اصلا برام مهم نیست. من به نایاک اهمیت نمیدم. من نه به سازمان مجاهدین، نه به سلطنت طلبان، نه به رضا پهلوی، به هیچ کدومشون هیچ اهمیتی نمیدم. من به یک چیز اهمیت میدم و اون اینه که خانوادم در ایران از رنج و آسیب در امون باشن، از ظلم و ستم محصون باشن، و من از هر کسی که برای رسیدن به این هدف تلاش میکنه حمایت میکنم. بنابراین با توجه به این نکته شما از تحریم ها علیه مقامات ایران حمایت میکنید؟ بله، من همیشه از تحریم‌های هدفمند حمایت کردم. چیزی که از اون حمایت نمی‌کنم تحریم‌های کلی 14 دهه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده. این تحریم‌های عمومی هیچ آسیبی به رژیم ایران وارد نکرده. این تحریم‌ها به مردم ایران آسیب رسونده. اگه نشه دارو تهیه کرد، اگه دسترسی به اما می‌دونید که دارو از تحریم مستثناه. نه، اینطور نیست. چرا همینطوره؟ رنج و ناملایمتی که در نتیجه کووید در ایران رخ داد و ببینید. خب این رهبر ایران بود که به مقامات گفت واکسن غربی وارد نکنن. کسی که مسئول اصلی رنج ایرانی هست رهبر جمهوری اسلامیه. اون مسئولیت مطلق فروپاشی جامعه ایران و کشتار مردم ایران رو به عهده داره. اما اینکه میگیم سیاست آمریکا در واقع به خامنه ای آسیب رسونده یا در 4 سال گذشته کاری انجام داده که به او آسیب برسه، به نظرم کاملا نادرسته. اما در نبود این تحریم ها مقامات ایرانی با منابع مالی بیشتر میتونن آسیب‌های بیشتری به مردم و منطقه وارد کنن. بین تحریم‌های هدفمند که جمهوری اسلامی و از دسترسی به منابع مالی باز داشته، به نظرم تحریم‌های عمومی که در نهایت به کشاورزا، کارگرا، کارخونه‌ها، بازنشستگان، مردا و زنا و بچه‌هایی که باید 3-4 شیفت کار کنن صدمه می‌زنه، یه تفاوتی وجود داره. اما اقتصاد ایران به شدت دولتی، جایی که سپاه پاسداران کنترل کامل داره. Why is it so?
بیایید در مورد اینکه چرا و به طور کامل توسط دولت کنترل میشه صحبت کنیم. چرا؟ چون 14 است که تحریم‌های عمومی و انزبا به وضعیتی منجر شده که دولت خودش تبدیل به اقتصاد شده. اما اگر تحریم‌ها نبودن ایران اقتصادی آزاد نمی‌شد، سنگاپور نمی‌بود، نمی‌ذاشتن مثلا کوکاکولا و فیسبوک بیان ایران. نه، ولی این فرصت بود که طبقه متوسط باثبات‌تری ساخته بشه. همیشه اینطوری بوده. درسته که متدینین هم طرفدارایی دارن، اما همیشه این طبقه متوسط بوده که توان ایجاد تغییرات بنیادی رو داشته. طی بیش از یک قرن گذشته اینطوری بوده، اما الان طبقه متوسط کجاست؟ طبقه متوسطی اصلا در کار نیست. ثروتمندایی وجود دارن که خیلی هم پرقدرتن، به روحانیت نزدیکن و از رنج مردم ثروتمندتر میشن و سعی میکنن اقتصاد رو به نفع خودشون دستکاری کنن. سپاه پاسداران نظامی هم هستن که کل صنایع دستشونه و بعد ما بقیه مردم که 40% زیر خط فقرن، 50% تورمه. این رنج و سختی مردم، نه حکومت جمهوری اسلامی. واقعا فکر میکنی اگه ما با ایران روابط تجاری کامل میداشتیم اونها به غرب گوش میکردن؟ هیچ کس درباره رابطه مستقیم تجاری صحبت نمیکنه. لطفا این حرفو تو دهنم نذارید. چیزی که من دربارش صحبت میکنم اینه: روابط تجاری متقابل مثل اون چیزی که ایران با اروپا داره. اروپا نسبت به آمریکا توانایی های خیلی بیشتری برای کنترل رفتار ایران داره. یه مثال از تغییر رفتار ایران به خاطر فشارهای اروپا بزن. چیزی که در سال 2009 اتفاق افتاد یک مثال خیلی خوبه. بله، ما سرکوب وحشتناک معترضین در خیابون توسط حکومت یادمونه. چراغ‌ها رو خاموش کردن و مردم رو سلاخی کردن. اما ما همچنین به یاد داریم که دولت‌های اروپایی تونستن هزینه‌های اقتصادی زیادی رو برای ایران به خاطر این اقدامات تعیین کنن که بعداً منجر به تغییراتی جزئی در دولت به سمت اصلاحات شد. توانایی واقعاً باعث شد که بخوان گفتگو کنن با بقیه جهان در مورد برج، در مورد از بین بردن قابلیت‌های تسلیحات هسته‌ای ایران. اینا گام‌های مثبتی بود، اما بعدش از هم پاشید. وقتی اصلاح طلبا در قدرت بودن شما ازشون حمایت می‌کردید؟ اون موقع واقعا فکر می‌کردید که رژیم ایران قابل اصلاحه؟ واقعا امیدوار بودم این کار بشه. اما در اشتباه بودید؟ بله، به نظرم مثل من کسایی بودن در دهه 90 یا اوایل سالهای 2000 که واقعا فکر میکردن فرصت اصلاح وجود داره. فکر میکردن نسل جدیدی سر کار اومده و رهبرای جدیدی به میدون خواهند اومد. امیدوار بودم که شاید بتونه این وضعیت رو تغییر بده و به نوعی اصلاحش کنه. فکر میکنم برای مدت کوتاهی این امید وجود داشت. اما به اتفاقات یک دهه گذشته ایران نگاه کنید، فکر میکنم در این مرحله حتی اونایی که از ما که 10-15 سال پیش امیدوارتر بودن به این درک رسیدن که اصلاحات حتی دیگه یه گزینه نیست. این رژیمی که میبینیم نوجوانا رو میبره و در جاهایی نگهداری میکنه که خودشون آشکارا اسمشو گذاشتن مراکز روانی برای تربیت مجدد. این رژیم اصلاح بشو نیست. There's no reforming that.